الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كتاب قفتم كتاب إيمان هس وباب عنواني أساسي كي وذكرت إمام بخاري رحمه الله ذكر أحاديث هس كي دلالت بر زيادة كمي إيمان مكنا وبهمي ترتيب چون امام بخاری رحمه الله و اهل سنت و الجماعت نظرشان است که ایمان مرکب از سه چیز است: تصدیق قلبی هست و اقرار زبانی هست و عمل هست. حالا به تأیید و به اثبات امی عقیده و نظری که امام بخاری و دیگه ایمه داشتن احادیث پی هم ذکر میکنه و ای را هم گفتیم در درس گذشته که اسلام و ایمان زمانی که یک جای ذکر شون معانیشان مختلف است، که اسلام عبارت از اعمال ظاهری و ایمان عبارت از اعمال باطنی یا قلبی می باشه. اما زمانی که این کلمه به هر دو کلمه به صورت جداگانه و مستقل استعمال شوه، مشتمل بر اعمال قلبی و اعمال ظاهری بر هر دو می باشه. اینجا باب پنجم هست: باب و ای الاسلام افضل، یعنی باب در بیان اینکه کدام خصلت از خصلت‌های اسلام یا عمل از اعمال اسلامی بهتر است. حدیث از ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است. قال او گفت یا رسول الله، صحابه پرسیدند یا رسول الله، ای الاسلام افضل، کدام خصلت از خصلت‌های اسلام، کدام عمل از اعمال اسلام افضل و بهتر است؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه و یده، کسی که در سلامت بماند مسلمانان از زبانی از او و یده و از دستی او. به این معنا که یعنی از اذیت و آزاری او، اذیت و آزاری قولی و اذیت و آزاری دستی و اعمال او دیگر مسلمان ها در امنیت باشند. این یکی از بهترین خصلت های اسلام هست. فوایدی که اینجا در این حدیث هست: یکی اشاره به بیان حقیقت معنای اسلام و ایمان هست و او است که بهترین مسلمانان کسی هستند که در پهلوی حقوق الله، حقوق العباد را نیز در نظر بگیرند. اینجا که گفته ای الاسلام افضلی، متوجهی همه خصلت های اسلام نیست، بعد از اقرار هست و بعد از ارکان هست، یعنی خصلت هایی که در ارکان خمسه و اقرار قلبی و زبانی نباشه. غیر از اینها کدام یک عمل بهتر است؟ گفت که کسی که دیگرا از اذیتش در امن باشه. پس به این ترتیب اشاره میکنه، به حدیث اشاره داره به ادای حقوق الله و حقوق العباد. دوم، در این حدیث اشاره به ذکری چیزی که پایین تر است، او را دلیل قرار دادن برای چیزی که او برتر است، یعنی مثلا نیکی با برادرها و دیگران را از اذیت خود محفوظ داشتن عملی خوبی هست، ولی ای در نسبت به اقرار و نسبت به نمازهای پنجگانه و ارکان اسلام ای پایین تر است مرتبه ایش. به می اساس کسی که در این اموری به اصطلاح نسبتا خردتر، اگر معامله و برخورد خود با پروردگار خود نیکو قرار بده، بدون شک او در اموری بزرگ حقوق الله عز و جل و اوامر او را بیشتر و بهتر در نظر میگیره. و سوم، یکی از بهترین مسلمان ها، از کسایی که مرتبه ایشان بلنده است نظر به قوت ایمان، به نظر به زیادت ایمانشان، اما کسی است که دیگران را اذیت نرسانه، نه به زبان و نه به دستش. به این ترتیبی دلالت میکنه، یعنی به این معنا که اگر کسی که در اونهای صفت باشه او بهترین مسلمان نیست. بهترین مسلمان که نباشه، پس معنایش است که یعنی او مسلمانی هست که یا مؤمنی هست که در ایمان او نقص وجود داره. باب اطعام طعامی من الاسلام، باب درباره این که طعام دادن.
تعام دادن ای از دین است، از دینی اسلام است، بخشی از دینی اسلام است. حدیث از عبدالله ابن عامر رضی الله عنهما روایت است، ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ يك نفر پرسيد از پیامبر صلى الله عليه وسلم كي كدام يك از أعمال إسلام از همه بهتر است؟ قال پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود تطعم الطعام، اینکی به مساکین غذا بدهی، به مساکین غذا بدهی و تقرأ السلام و سلام افشا و آشکار بسازی علی من عرفت، بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. مناسبت حدیث به موضوع ایکی ای سوال ای اسلام خیر، یعنی کدام یک از خصلت های اسلام، کدام یک از اعمال اسلام بهتر است. این عنوان حدیث است و او عنوان باب هست، ای هست. و فوایدی که هست در این حدیث، اول پیامبر صلی الله علیه و سلم تعام دادن به فقرا را از بهترین اعمال اسلام قرار دادن. دوم، سلام دادن را نیز از جمله اعمال بزرگ اسلام قرار دادن، اعمال بهتر اسلام قرار دادن. در اینجا سلام چرا از جمله اعمال خیر قرار دادن؟ به خاطر از اینکه سلام دادن شعار مسلمان ها هست. الله عز و جل گفته فسلموا على انفسكم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، بر یک دیگرتان سلام بدهین، سلام و درودی که از نزد الله هست مبارک است و طیبه هست. سوم، این که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در جایی سلامت از اذیت، سالم ماندن دیگران از اذیت بهترین عمل قرار داده و در جایی تعام دادن و در جایی هم سلام دادن؟ پاسخ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابهایش در هر جای حالت سائل در نظر گرفته. اگر سائل از کسانی بوده که از او امکان بروزی رساندن اذیت به دیگرا محتمل بوده، امکانی از این بوده که به دیگرا اذیت و آزار برسانه، پیامبر صلی الله علیه و سلم حالتی او را در نظر گرفته سلامت از اذیت رسانی را بهترین عمل قرار داده. و اگر در جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاحظه نمودن که مخاطب در امر انفاق کمی سستی داره یا در امر سلام دادن کمی سستی داره، اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به او بهترین عمل حب اطعام طعام، انفاق در راه الله و به همین ترتیب افشای سلام بهترین عمل قرار دادن. به این ترتیب میبینیم که کلامشان از معیار، بلندترین معیاری بلاغت برخوردار است که متکلمی بلیغ و فصیح و کسی است که حالت مخاطب مقتضای حاله در نظر گرفته سخن بزنه. و یک نقطه ای که اینجا در او تاکید شده است که سلام انسان تنها بر افرادی شناسا نکنه، بلکه بر اونها هم سلام کنه و بر کسی که نمیشناسا هم سلام باید کنه. باب من الایمانی ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
من الایمانی، یعنی بخشی از ایمان، از جمله اعمال ایمان یا از جمله اجزای ایمان، این است که دوست بدارد انسان برای برادرش آنچرا که دوست می‌دارد برای خودش. حدیث از قتاده از انس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند لا یؤمن احدکم، مؤمن نیست یکی از شما، حتی یحب، تا آنکی دوست بدارد، حتی یحب، تا آنکی دوست بدارد لی اخیه، برای برادرش آنچی را که برای خود دوست می‌دارد. اینجا فوایدش یکی نفی ایمان است از کسی که برای خودش چیزهای را دوست می‌دارد و برای برادرش دوست نمی‌دارد. یکی دومی که مقصود از نفی ایمان نفی حقیقت و اصل ایمان نیست، بلکه نفی کمال ایمان است، یعنی ایمانی چنین شخص کامل نیست. سوم، عکسی از این، کسی که برای اثبات کمال ایمان برای کسی که دوست می‌دارد برای برادرش هر چیزی را که برای خود دوست می‌دارد. مناسبت به عنوان کلی است که در این حدیث اثبات کمال ایمان و نفی کمال ایمان شده. هر چیزی که نقص و زیادت بپذیره، در او اجزای وجود داشته باشه که با کمی از او ناقص شوه با زیادش کامل شوه، او چیز زیادت و نقصان هم میپذیره. پس چون ایمان حقیقتی مرکب است، هر جزی از اجزای ازی که کم می شود لذا در او نقصان می آید. به هر اندازه ای که رو به کمال می رود در ایمان زیادت می آید. امید است که این نقطه برای این نقطه را محصلین و محصلات گرامی متوجه شود. حب الرسول صلی الله علیه و سلم من الایمان، محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشی از ایمان است. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است قال فوالذی نفسی بیده، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود قسم به ذاتی که نفس جان من در دست اوست، لا یؤمن احدکم، مؤمن کامل شده نمیتواند، مؤمن درست شده نمیتواند یکی از شما، حتی اکون احب الیه، تا آنکه باشم نزد وی محبوبتر، دوست داشتنی تر، من والده، از پدرش، و ولده، و از فرزندانش. همین مطلب در حدیثی بعدی که حدیث 15 است از قتاده روایت شده از انس قال قال النبی صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم، مؤمن کامل شده نمیتواند یکی از شما، حتی اکون احب الیه، تا آنکی باشم محبوبتر نزد او، من والده، از پدرش، و ولده، و از فرزندانش، و از همه مردم، و از همه مردم.
دلالت حدیث دی دو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اثبات حقیقت ایمان دوست داشتن خود به همه چیزهای دنیوی نسبت به همه چیزهای دنیوی مقدم داشته. یعنی مومن کسی هست که نسبت به همه امور دنیا و چیزهای دنیا پیامبر از همه بیشتر دوست بداره و در حدیث آمده است که عمر رضی الله تعالی عنه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله والله لأنت احب الی من کل مخلوق، قسم به الله تو نزد ما از همه مخلوقات محبوبتر هستی، حتی من نفسی، حتی از خودم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت الان کمل دینک، الان یا عمر، یعنی حالا ای عمر دین تو کامل شد. ایره به خاطر گفت که چون قبلا گفت یا رسول الله ما ترا جز خودم از همه بیشتر دوست می‌دارم، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت که نه، تا زمانی که مرا از همه چیز بیشتر دوست نداری ایمانت کامل نیست. لذا عمر رضی الله عنه گفت که بلی تو نزد ما از همه چیز محبوبتر هستی. اینجا فایده دومی که باید متوجه شیم اینست که محبت اقسام داره، سه قسم داره. یکی محبت عاطفی هست، مانند محبتی که انسان برای فرزند و همسر و برای کسی که با او احسان میکنه میداشته باشه، این محبتی مبناش بر عاطفه هست. دوم محبتی فطری هست، طبیعتاً خلقتاً از روی آفرینش انسان چیزی را دوست میداره، مثلا محبت طعام، آب، محبت همه چیزهایی که برای انسان لذیذ هست. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که حب بیلی من دنیاکم النساء و الطب. پس این محبتی فطری مراد است و محبتی سوم محبتی بزرگ داشت و تعظیم و گرامی داشت هست، مانند محبتی الله و محبتی رسولش. در اینجا امین نوعی سومی محبت مراد است، امین نوعی سومی محبت مراد است و نشان یزی که انسان قوی ترین نوعی محبت امیست وقتی که دو محبت اول با این محبت سوم در تعارض واقع شوه، مومن واقعی امی او چیزی که امر الله و دستور پیامبرش هست او را مقدم می داره بر او چیزی که محبت فطری یا محبت عاطفی هست. فایده دیگری که در حدیث است جواز قسم خوردن به خاطر اثبات کاری است که در او یک مصلحت دینی باشه، چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا سوگند یاد کردن. در این حدیث فایده دیگه امری تعظیم پیامبر و بزرگ داشت و طاعتی از او در همه امور است. الله می فرماید که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر الله را واقعا دوست می دارین پیامبر را اطاعت بکنین. پس اطاعت پیامبر بخشی از محبت الله است. فایده دیگه ای که انسان باید مصالح دینی را بر مصالح دنیوی مقدم داشته باشه، محبت پیامبر یک فریضه دینی هست، لذا ای باید بر محبت هر چیزی مقدم بوده باشه. الله عز و جل محبت خود و محبت پیامبر خود برای ما به صورت واقعی و به صورت کامل نصیب بگرداند، طوری که صحابه کرام صلی الله علیه و سلم بودن. از عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت است که هیچ کسی نزد ما محبوبتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگتر از وی در نظرم نبود.
و به خاطر تعظیمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نفس ما داشت، من نمیتونستم با دیده های کامل باز به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم بنگرم. یعنی هر باری که به طرف از او مینگریست، چشمان خود فرو می انداخت از بابی تعظیم و احترام. در غزوه احد هم میبینیم که وقتی که مسلمان ها مورد هجوم قرار میگیرن و دشمن بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم هجوم میاره، ابو طلحه خود سپری پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میده و میگه که یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت، سر خود را بلند نکو تا مبادا تیری از تیرهای دشمنان به تو برسد. و به این ترتیب سپر میشه و پشتی ابو طلحه و در همین معرکه تیرهای زیادی به پشتی او اصابت میکنه، ولی او از جای خود حرکت نمیکنه. این نشان محبتی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باب نهم، حلاوت الایمان، درک و احساس شیرینی ایمان. انسان وقتی که شیرینی یک چیز احساس بکنه، درک بکنه، او را متوجه دیگر شیرینی ها نمیشه و متوجه دیگر لذت ها نمیشه و این دلالت میکنه بر ای که انسان به حقیقت ایمان دست یافته، به کمال ایمان دست یافته، که شیرینی ایمان نزد از او کاملتر از همه چیز هست و این دلالت میکنه بر زیادت ایمانی شخص. حدیث از ابو قلابه از انس از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است، قال، او گفت، ثلاث من کن فیه، سه خصلت، هر کسی که این سه خصلت در وی باشد، وجد حلاوت الایمان، شیرینی لذت ایمانه احساس میکنه، میابه، وجد میابد لذت ایمان را، شیرینی ایمان را. اول، ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، این که باشد الله و پیامبرش نزد او دوست داشتنی تر از همه چیزهای دیگر. یعنی بنده محبت الله را بر محبت همه چیز، محبت رسول الله را بر محبت همه امور دنیوی مقدم داشته باشه، چی مال باشه، چی دنیا باشه، چی همسر و متاع باشه. یک خصلت. دوم، و ان یحب المرء لا یحبه الا لله، و اینکه دوست داشته باشد شخصی را، لا یحبه الا لله، که دوست ندارد او را فقط مگر به خاطر الله، یعنی کسی را فقط به خاطر الله دوست بداره. کدام مصلحت و منفعت مادی و دنیوی در میان نباشه، فقط محبت، اساس محبت رضای الله عز و جل بوده باشه. سوم، ان یکره ان یعود فی الکفر، این کی نپسندد بازگشتن به سوی کفر را، کما یکره، همان گونه کی نمیپسندد، ان یقذف فی النار، این کی در آتش انداخته شود. یقذف معنی فعل مجهول است، انداخته می شود، قذف انداخت، یقذفو انداخته می شود. این حدیث یکی از احادیثی هست که بیانگری یکی از اصول بزرگ اسلام هست، که او عبارت از محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اساس ایمان، زیربنای ایمان، حقیقت ایمان هم همین است. و این حقیقت برای انسان زمانی
محقق می شود که ایمان در نفس انسان کامل شود، دل انسان برای ایمان باز شود. ای ایمان به خون و گوشت انسان بیامیزه. زمانی که ایمان با این مرحله برسه، بدون شکی به مرحله کمال رسیده و در اینجاست که انسان لذت ایمان به معنای واقعی، لذت محبت الله و رسولش به معنای واقعی درک میکنه و احساس میکنه. فواید حدیث: اول، اینکه محبت الله و رسول باید نزد انسان با ارزشتر از همه چیزهای دنیا باشه، که متاسفانه این چیز بسیار در عصر ما بسیار اگه بگیم نیست، شاید نادرست باشه، ولی بسیار کم است. بسیار کم است افرادی که به این مرحله ایمان برخوردار باشن. دوم، اینکه محبت انسان با دوستش باید فقط بر اساس رضای الله باشه، بر اساس منافع دنیوی نباشه. چرا؟ محبتی که بر اساس منافع دنیوی باشه، منفعت زمانی که قطع شد، محبت نیز قطع می شود. طوری که در دوستی هایی که مبنایش روابط اهداف شخصی و روابط سیاسی تشکیل می ده، زمانی که او در او رابطه کمی می آید، می بینی که در محبت دوستی هم کمی آمده. سوم، متنفر بودن، نفرت از کفر و گریز از آن، طوری که انسان از آتش دوزخ می گریزه. چهارم، ای که محبت الله به تنهایی کافی نیست، در پهلوی محبت الله باید محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بوده باشه. یکی از کجا می دانیم شخص پیامبر را دوست داره یا الله را دوست داره؟ از متابعت از و از پیرویش. به هر اندازه ای که شخص در عملش، در گفتارش، در رفتارش، در عبادتش از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه، به همان اندازه بیانگری است که شخص هم الله را دوست داره و هم رسول الله را دوست داره. و یکی آخری که چیزهای ذکر شده در این حدیث، اینها مثال نمونه کاملی از ایمان هستند که انسان به این لذتی که در این حدیث ذکر شده به این میرسانه. و طبعا این محبت باید در حدی، طوری که گفتیم، در حدی سخن و در حدی دعوا نباشه. اینجا مقصود محبت عملی مراد است. به این ترتیب اینجا میبینیم کسی که فاقد این محبت است، فاقد یافتنی لذت ایمان هم هست، اگرچه اصل ایمان در دلش وجود داره ولی در او کمال پیدا نشده، در او زیادت و افزایش یافته نشده. لذا این دلالت میکنه باز هم به مطلبی که امام بخاری دنبال اثباتی از او هست.